علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران گفت که برخورد شدید با رهبران مخالف دولت به مصلحت نظام نیست و برای حکومت هزینه خواهد داشت. به گزارش ایلنا، آقای سعیدی تاکید کرد که ممکن است عناصر دارای پایگاه مردمی پس از برخورد با بگفته وی فتنه‌گران از آنها حمایت کنند. وی افسود که اگر اینطور شود، قائله جدید ایجاد می شود و نظر رسانه‌ها را به خود جلب می کند. اظهارات نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه پاسداران در شرایطی منتشر می شود که بعد از تظاهرات 25 بهمن بسیاری از مقام های حکومتی ایران خواستار برخورد شدید یا حتی اعدام میرحسین موسوی و مهدی کروبی شدند. در ارتباط با دلایل حراس حکومت ایران از تبعات احتمالی برخورد با رهبران اصلاح طلب، با علیرضا حقیقی تحلیلگر مسائل ایران مصاحبه ای انجام داده ایم که می شنوید. فکر میکنید چرا مقام‌های حکومتی ایران که مدت هاست از لزوم برخورد شدید با رهبران اصلاح طلب سخن میگن تا حالا نتونستن در مورد انجام این برخورد به یه جمع‌بندی برسن؟ ببینید، در مورد برخورد با به حال کسانی که در انتخابات به عنوان سران اصلاح طلب شناخته شده بودن، از جمله آقای موسوی، آقای خاتمی و آقای کروبی، اختلاف نظر بود در بین مقامات در مورد چگونگی برخورد. دولت آقای احمدی نژاد از همون اول معتقد بود که باید اینا دستگیر بشن. جناح‌های رادیکال طرفدار آقای احمدی نژاد مثل آقای پناهیان، مثل آقای رایی و اون چیزی که الان اسم قرارگاه عمار شناخته شده، اینا در مجموع این رو به دستگاه امنیتی ایران پمپاژ میکردن که تنها راه خاموش کردن منازعات خیابونی و به قول خودشون فتنه، دستگیری سران این جریانه. اما بسیاری از افراد دیگه به خصوص دستگاه امنیتی و اطلاعاتی معتقد بودن که نه تنها این مشکل رو حل نمیکنه، بلکه میتونه بر مشکلات سیستم بیفزایه و مشکلات جدی ایجاد کنه. الان وضعیتی که حصر اینها و محدودسازی اینها مشکلات جدی در از جنبه استراتژیک برای نظام ایجاد میکنه. از جنبه امنیتی باعث خواهد شد که وقتی این افراد که به هر حال افراد شناخته شده هستند، مهمترین پست های جمهوری اسلامی رو در اختیار داشتن و افراد مورد اعتماد نظام بودن، اینها به حاشیه رانده بشن، گروه بدون چهره، بدون شناسنامه، اینها میان جلو با شعارهای رادیکال و حتی اقدامات رادیکال. و خب در چنین وضعیتی امکان مصالحه میان موافقین و مخالفین کمرنگ میشه. خب این البته به نفع آقای احمدی نژاد خواهد بود، چون به عنوان تنها کارت بازی باقی میمونه. و دومی که دائما سیستم بایستی از عنصر خشونت برای کنترل اوضاع استفاده کنه که در نهایت به نفع نظام نیست، برای اینکه خشونت بدون به کارگیری اقناع و جذب افراد نمیتونه تداوم پیدا کنه. تا حالا این قضیه در هیچ کشوری تداوم پیدا نکرده که ایران هم بخش از اون هست. مسئله بعدی به مسئله تولید اقتصادی برمیگرده. در فضای حصر و درگیری های سیاسی اینچنینی، امکان سرمایه گذاری بر روی حوزه استراتژیک اقتصاد ایران کاهش پیدا میکنه و جنبه تولید ایران کاهش پیدا میکنه. همینجور که اگه دقت کرده باشیم، در سال 89 تولید نفت ایران کاهش پیدا کرده. نکته سوم از جنبه بین‌المللی است، به این مفهوم که دست ایران رو در حوزه بین‌المللی در مذاکرات هسته‌ای در موضع پایین قرار میده و یا باید امتیاز بدن و یا برسونن به بنبست. میدونیم که در مذاکرات ژنو پارسال تیم آقای جلیلی امتیازات ویژه‌ای رو داده بودن به 5+1 که در بازگشت با مخالفت رهبری و دیگر نهادهای قدرت روبرو شدن. یا بایستی از موضع ضعف مذاکره کنن که هر دو تای اینها به ضرر مجموعه نظام هست. نکته بعدی هم مسئله وضعیت کنونی است که پیش اومده در منطقه خاورمیانه. در وضعیت کنونی ایران میتونه بیشترین فرصت رو ببره از وضعیتی که پیش اومده، ولی اعتبار اخلاقی ایران موقعی که خودش خشونت به کار میبره یا دو تن از برجسته‌ترین افراد جمهوری اسلامی که رئیس دو دوره رئیس مجلس بودن، کسی که 8 سال نخست وزیر ایران بوده، اینها در حصر خانگی هستن، و آقای خاتمی که 8 سال رئیس جمهور ایران بوده ممنوع خروجه، اینها باعث میشه که ایران نتونه از وضعیت منطقه‌ای بهره برداری کنه و در حقیقت شعارهاش تنین کمرنگی خواهد داشت. چون میدونید که حداقل در 9 کشور داره تغییرات رخ میده که اگر ایران میتونست فضا رو باز کنه، از این وضعیت میتونست به خوبی به نفع خودش بهره برداری کنه و در منازعات بین‌المللی، چانه‌زنی‌های بین‌المللی از اعتبار و نفوذ خودش برای این موضوع استفاده کنه.
بعد از 25 بهمن بسیاری از حامیان رهبر جمهوری اسلامی از لزوم اعدام آقایان موسوی و کروبی سخن گفتند. بقیده شما آیا باید اظهارات متفاوت نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران رو بازتاب دهنده دغدغه‌های آیت الله خامنه‌ای دونست؟ ببینید، از روز اول هم با اینکه آقای احمدی نژاد فشار می آورد که آقای موسوی و کروبی با دستگیر بشن، در شورای امنیت ملی آقای خامنه‌ای مخالفت کرد. دقت کرده باشید سایت های اینترنتی جناح‌های رادیکال دائما این رو پمپاژ کردن تو دستگاه تبلیغاتشون، یعنی از اول ایشون مخالف بوده. ولی تشدید این وضعیت به ویژه بعد از شعارهایی که بعد از 25 بهمن داده شد که شعارهای تندی بود، و علتش هم این بود که در حقیقت با حشر آقای موسوی و آقای کروبی امکان کنترل شعارها توسط اونها وجود نداشت. این در چنین وضعیتی فضا دوباره رادیکال شد و دیشب هم که با منزل آقای کروبی ظاهرا حمله شده، در چنین وضعیتی این احتمال وجود داره که فضا به هر حال بحرانی بشه. ولی به نظر میرسه نظر افراد برجسته‌ای که در سپاه بودن، در جنگ بودن، خانواده شهدا، اینا مخالفت های جدی دارن با این مسئله و هزینه‌ای که جمهوری اسلامی برای این موضوع خواهد پرداخت هزینه زیادی است و در حقیقت احتمال داره که آیت الله خامنه‌ای فهمیده باشه که جی پی اسی که رادیکال ها برای ایشون تنظیم کردن یا نقش راهی که دادن دست ایشون، بیش از این که کمک کنه به آینده استراتژیک جمهوری اسلامی، فقط میتونه منافع گروهی خاص رو تامین کنه و از لحاظ جنبه‌ای که گفتم میتونه منافع نظام و منافع استراتژیک ایران رو مورد تهدید قرار بده. قطعا در فضای باز و آزاد مجموعه بهتر میتونه مسائلش رو پیش ببره و آقای کروبی و آقای موسوی منتقدان زیادی دارن که در این فضا اونها احتراز میکنن از بیان انتقاداتشون.